در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از واکنش‌های بین المللی به ادامه جنگ در غزه، دیدار ظریف با پاپ فرانسیس، واکنش ایران به ادعاها درباره مذاکره با عربستان برای فروش نفت و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 28 اردیبهشت شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 164,500,000 و 3,410,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 143,100,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. در آمریکا میزان مبتلایان روزانه این کشور در روزهای اخیر به کمترین میزان خود در حدود یک سال گذشته رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده تا پایان ماه ژوئن 20 میلیون واکسن کرونا از مبدأ این کشور به سایر نقاط جهان صادر خواهد شد تا مجموع واکسن‌های صادراتی آمریکا به 80 میلیون دوز برسد. در سوی دیگر جهان با وجود کاهش نسبی مبتلایان در هند، این کشور هر روز بیش از 4000 فوتی ناشی از کرونا را ثبت می‌کند. این در حالی است که نرخ ابتلا به کرونا در فرانسه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، لهستان و هلند کاهش محسوسی پیدا کرده است. مردم بریتانیا هم با توجه به کنترل شیوع کرونا به دلیل واکسیناسیون گسترده، شاهد لغو اکثر محدودیت‌ها و بازگشت زندگی به وضعیت عادی هستند. همچنین تایلند که یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در مبارزه با کووید 19 محسوب می‌شود، اینک با افزایش بی‌سابقه مبتلایان و فوتی‌ها روبرو شده است. واکنش‌های بین‌المللی به ادامه جنگ در غزه. در دومین هفته از آغاز خشونت و درگیری در نوار غزه، تلاش جامعه بین‌الملل برای پایان دادن به این آرامی‌های خونین همچنان با پاسخ منفی رژیم صهیونیستی همراه است. با این وجود، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا حمایت خود را از برقراری آتش بس میان اسرائیل و نیروهای مقاومت فلسطین اعلام کرد. با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک در جهت پایان درگیری‌های غزه، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم با همتایان قطری، مصری و سعودی خود گفتگو کرده است. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با رهبر کاتولیکای جهان اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی با تحریم و مجازات از سوی جامعه بین الملل روبرو نشود، قتل عام فلسطینیان ادامه خواهد یافت. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در دیدار با همتای مصری خود بر لزوم توقف خصومت‌ها در خاورمیانه تاکید کرد. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری کشورهای جهان برای توقف حملات بی‌رحمانه اسرائیل به غیر نظامیان در غزه و مسجد الاقصی شد. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم ضمن محکوم کردن حملات مرگبار به غزه، رژیم صهیونیستی را مسئول اصلی این بحران معرفی کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، خواستار اجرای طرحی مرحله‌ای شامل توقف حملات موشکی، پایان خشونت و مذاکره طرف‌های درگیر برای رسیدن به راهکار تشکیل دو کشور شده است. همچنین سازمان خبرنگاران بدون مرز از اسرائیل به اتهام حمله به مقرهای رسانه‌ای در نوار غزه به دیوان کیفری بین‌الملل شکایت کرد. از زمان آغاز درگیری‌ها 212 نفر از جمله 61 کودک در غزه شهید شدند و 10 نفر نیز در سرزمین‌های اشغالی جان خود را از دست دادند. دیدار ظریف با پاپ فرانسیس و مقام‌های واتیکان. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار کرد. ظریف ضمن فوق‌العاده توصیف کردن این دیدار در توییتر نوشت که در خصوص تشابه هدف‌ها و چالش‌هایمان گفتگوهای بین ادیان، فلسطین، تحریم‌های آمریکا و همکاری‌های دو جانبه و بین‌المللی با این مقام مقدس به تبادل نظر پرداختم. وزیر خارجه ایران پس از این ملاقات با کاردینال پارولین نخست وزیر و اسقف اعظم ریچارد گالاگر وزیر خارجه واتیکان دیدار کرد. واکنش ایران به ادعاها درباره مذاکره با عربستان برای فروش نفت. گزارش نشریه میدل ایست که در آن ادعا شده بود ایران از عربستان سعودی برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک خواسته، با واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران روبرو شد.
سعید خطیب‌زاده ضمن نادرست خواندن این مطلب اعلام کرد گفتگوهای ایران با عربستان در رابطه با مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است و این خبرسازی‌ها صحت ندارد. مخالفت اکثر مردم ژاپن با برگزاری مسابقات المپیک. نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از 80% مردم ژاپن با برگزاری المپیک تابستانی توکیو مخالف و خواستار لغو کامل یا تعویق مجدد این رویداد بزرگ ورزشی هستند. نتیجه این نظرسنجی در حالی در روزنامه آساهی منتشر شد که دولت ژاپن برای مقابله با موج چهارم کرونا در 9 منطقه دیگر از این کشور اعلام وضعیت اضطراری کرده است. کشته شدن بیش از 800 نفر در میانمار از زمان کودتا. به گفته یک گروه فعال مدنی در میانمار، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 800 نفر را از زمان آغاز تظاهرات ضد کودتا به قتل رساندند. ناظران مستقل بر انتخابات میانمار ضمن رد ادعای ارتش این کشور مبنی بر بروز تقلب در انتخابات سال 2020، نتیجه این رأی‌گیری را مطابق با خواسته اکثر مردم این کشور دانستند. در فوریه سال جاری میلادی، ارتش میانمار با ادعای تقلب در انتخابات، دولت را سرنگون و اکثر مقامات دولتی را دستگیر کرد.